یهو خودشون اومدن به پیشنهاد دادن اصلا انگار الهام شد وحی شد از سمت کهکشان و تو اون لحظه قدم بعدی اینه که خب بین همون اون رابطه ما سه نفر اولین چیز که صحبت میکرد روی در مورد مح... سهیل هستم سهیل رام مال خود نمی دو دو آقا من دیشب خواستم دست بزنم به جای رامین اجازه ندادم فقط رام کینگ رام تو نمیگن که یکی دیگه باز خود این که هر زری ما میزنیم ما یکی میگه خود رازی خودشیفته فلان گرم با حتی هم توی کانسرت هم حرف هم چقدر تو که گردی واقعا هر دفعه می کنسرت از همه بیشتر بلندتر نفری که داره زری میزنه صدای تو رو کم میشته روی استیج از من بلندتری تو دروغ میگه من همیشه ساکت دارم تنهایی فیلمشو میگیرم خاطراتشو داشته باشه خیلی یزیدی واقعا آ خیلی وقت بود مسجد زب نکرده بودیم آره بچه‌ها من خواستم یه اپیزود کنم که چرا ما قرار کردیم چون همون چی شده گفتم یه اپیزود درست کنم آره کردیم. نه من یه دو... داستان درست کنم که چرا ما قرار کردیم من خیلی به من گفتن که سوال آدم باش هنگرد نکنه و آدم دوستای خوبی داری آدم خزی و کلاس تو میاره پایین از این حرفا گوش بدین نه گوش نمیده ببین به حرف دوستاتون گوش بدین یعنی الان خوشا زایه میکنه چرا چون به حرف دوستش گوش نمیده منم اینجوریام که بابا نه بابا سوال بچه خوبی من که فقط ازش عشق و مهربونی و خیشه قشنگ و دو تلاش رو دیدم اه واقعا اه من همیشه من, من خیلی منطق ساده ای دارم توی رفاقت مثلا مهم نیست که تو باورت چی باشه فرسته چیه تو وقتی که مثلا به من عشق نشون تو وقتی با من محترم باشه من با من مهربان باشی من همون متقابلا با تو همون جوری هم یعنی خیلی ساده است برای من این, معادله آره من هم میدونم خیلی مثلا خیلی از مهمونای منو نه حالا مثلا این یا اون خیلیشون همه رو یکی میاد قور میزنه اینجوری مثلا اینجوری بگم بهتره هر کسی یکی میاد میگه چرا با این ویدیو گرفتی نه سطح خودت آوردی پایین سطح ویدیو تو آوردی پایین فکر کنم ما احمقیم هر کسی یه ویدیو میگیره مثلا چقدر همه دنیا رو عچش خودشون فقط میبینن و تو چیزی که تو دنیا باید یاد بگیرین که چی منطقیه و اونو بری جلو نه چی واسه تو منطقیه یه نفری که فقط تو زندگیش خدا رو شنیده براش منطقی واقعا باورش بشه خدا وجود داره یه نفر که از روز اولش گفتن که خدا گفتن آقا دیوونه بهش خندیدم اما باش قهر بچه بچه‌ام احمق رفته اونم نمیتونه به خدا باور کنه اصلا کاری نداریم خدا واقعی یا خدا واقعی نیست سیچوئشنه دیپندنت به آدما توی یه سوشال ستینگ تو باید ببینید چی واسه همه مکسنس میکنه ببین یه بحثی هستش که آره بابا برادر اونها خیلی آدم ها مثلا خزن یا احمقن یا من که من خوبم و تو هم جزشو منم جز من از, من از دو دیدگاهی که دیگه آدم خیلی تخم میفکره ما اوکیه براخره همون مثل به همدیگه یه سری گاردایی داریم و, و شاید تو هم دیگه از نزدیک ببینیم بیشتر آشنا بشیم کولتر و ریلکسر باشه من خیلی آدم ها هستن که مثلا به تو گفتم آقا این آدم مثلا خیلی رو مخمیل ولی همه آدم هم به احتمال خیلی زیاد تو پادکست خودم مهمون دعوتش میکنم باش صحبت کنم ببیار. ولی از این طرف دیگه از لحاظ مثلا اخلاقی به خودم میگم خب آقا پلتفرم دادن به یه سری آدم کودن مثلا کار درستیه یا نه بعد چه میگم که با همه که دارن میکنن همه دارن سعی میکنن تو این گلد راش یوتیوب یه پولی در بیارن دنیا دیگه یه جوری که اصلا کسی تخمش نیستش یعنی این همه به نظران خیلی و خیلی همه یه جوری این ارزش و این انداختن زیر پاش اونایی هم که نذاشتن خیلی پای اون باوراشون هم موندن دمشون هم گرم خیلی مقابل تو بند خدا پول در نمیارن میگن هیچ سابسکرایبر نمیگن هیچ لایک من کارشون یا هنرشون دیده نمیشه با اینکه شاید خیلی هنرمنده ما هم یه بازی کثیف این وسط هست که همه باد بکنیم اینی که بعضی وقتا بیا حتی... مثلا من با هم بلایند دیت کنیم من تو آره با هم بریم بلایند دیت بعد اینجا اصلا سوال میپرسیم ببینیم میتونیم چیز کنیم هم دیگه رو بزنیم یا نه تا که سه سود مخه منو میزن قشنگ یا مخه تو میزن یا بالاخره ما رو تمام برقرار میشه با محمد رضایت میدم و چرا نیاز با خوشونت باشه تو بیا با کن یه دختر یه دونه لویسی که میگه که دختره رو بردم بعد از بعد از ستانداب کامیدی بردم تو اتاق و به دختره مادم دست دادم بعد دست همو زدگو دست نزدم برای اینکه من کشی نماغم بعد دوباره لب گرفتن و این حرفا رو دوباره خورد مثلا دستم به فلانش بعد من دستم برم تو شلوارش دوباره دستمو زد میگه منم کشیدم عقب و دیگه با هم خورد حال کردیم و من خوابیدم بعد میگه صبح خواب باشیم دختر عصبانی بود بعد میگه چرا شاکی میگه چرا دیشب هیچ کاری نکردیم ما میگه خب من دو بار سر کم دستمو زدی میگه نه من آخه دوست هم. مثلا یکی منو به زور ترتیبمو بده بعد میگه تو با آف چنس که تو دوست داشته باشی تکنیکی به تجاوز بشه میخواستی من بیام به تو تجاوز کنم منطقه چیه ببین اصلا این ولی ما حقیقتش با این این دنیا اصلا شوخی نمی کنم همیشه اصلا خیلی ساده خوش رضایت باشه کانسنت باشه حتی کار عجی قریب با خشنه اگه بخوایم بکنیم با هم کامیونیکی اصلا بحثی هم که فکرم امروز هم میخواستم در موردش هم بکنیم خیلی دوباره محور سکسه. و اصلا بحث اون کامیونیکیت کردن و صحبت کردن و رضایت داشتن مهمترین تیکه قضیه است که خیلی راحت حل میشه و آدم همیشه بهتره که توی سیف ترین حالت باشه حتی اگر شک داره یا حتی اگر فکر میکنه شاید یک ذره ممکن اوکی باشه بازم به نظر من عقب نشینی خیلی بهتره تا جلو نشینی هیچ وقت آدم کسی رو توی موقعیت قرار نده که نمیخواد باشه این یه, چیز خیلی ساده و ابتداییه که هر کسی به نظر این فرمول رو رعایت کنی همه رابطش حداقل سالم خواهد بود نه موفق خواهد بود همه رابط سالمه چون دیگه تعریف روشن کسی میخواد با رابطه برقرار میکنه کسی هم نخواد برقرار نمیکنه و الکی دیگه هیچ جای خاکستری وجود نداره که سوء تفاهمی ایجاد بشه و این فکر مسئله این سوء تفاهم است چون این که تو داری میگی به نظرم اکسپشن تو رول بعضی آرش ها دوست داشته باشن که مثلا یه ذره اگریسو تا اکثر آدما واقعا دوست دارن راحت باشن وقتی تخت خوابن اکثر آدما میخوان کامفورت بگیرن چون میدونه چون مثلا با 5000 نفر بوده آمارش قویه گوش بدین نه نه میگم دیگه راز موفق از تخت خواب اینه که همه احساس لخت بودن و چه فیزیکی چه منتالی چه روحی بتونن اونو کاملا راحت ابراز کنن و کنار هم دیگه بتونن خود واقعیشونو به لخت حالت نشون بدن. البته اون رنگی تو فهمین نه. معمولا خوش رنگ تره. والله من, من خوش رنگ ندره. معمولا <applause> دیگه سال الین بشیری میشه اون رنگی. <applause> آقا یه رفیق دارم اسمش سامه بعد زنگ زد به من گفتش که پاشو بیا اینجا مثلا خونهشون بعد دو تا دیگه سام هم اونجا بودن بعد سه تا سام بودن میرا به تری سام صحبت کنیم داشتم فکر میکنم ما چی داریم میگه جو که تو شیلی داری سر هم میکنیم تازه مغزم افتاد اول صبح دیشب همش کجا بودی دیشب داشتیم عشقه حال میکردیم خونه سوال بودیم چه حالی داد اونم بود یه اپیزود آخه جداگونه در داشت. <تصفح> <تصفح> درست کردیم امروز هم روش اون خیلی خودش بحث جالب به مهمونی و که میگیری یا ایونتی که میذاری خونه خودش خیلی خیلی دوست دارم در موردش بعدا تو اپیزود دیگه با هم صحبت کنیم ولی همین تو خلاصش دیگه خیلی خوش میگذره میشه تو آدم رو که جمع می‌کنی دور و بر خودت تو خونه همیشه وایب خوب و بچه های خوب و انرژی خیلی خوبی هست خیلی من خودم هست خیلی خوبی هستی واقعا دم النام گرم واقعا تو هم النا واقعا خب آقا من ام یه آمار دارم که بعضی ها نمیخوام بگم که خیلی با دوستایی که سام بودن هم یک و دو سه تو تخ بوده بعد میخوام من خود اطلاعات بگم راجب به این چون من تو فیلم ها فقط دیدم اون خود تجربه نکردی تو حالا؟ ببین تجربه کردم ولی دزدی یعنی مثلا در لول این که دو, تا دو اولا با پسر بوده مثلا سه چهار تاش که اصلا ولم کن آره اونا دو تا پسر یه دختر, دو تو, دختر. تو خوبی یه دونش که بودیم دو تا پسر بودیم دو تا دختر ولی نه اینکه دو تا پسر دو تا دختر ده تا پسر بودیم نه تا اتاق داشتیم دو نفر دختر همه دختر بودن بودیم توی چین دو نفر باید میخوان تو یه اتاق من که خب جیجی داست. سگ آقا من هستم هر کی میخواد با من بیاد تو من هستم یکی از رفیقان داشت بودن که گفت من منم میام برافیم تو اتاق من با دختر خودم بودم اون با دختر خودش بود بعد توی چین که میدونی همه معروفم هم به پشمالو و این حرفا چیزی که شد ما آمارا رو دیدیم مال من تمیز صاف انگار مثلا تو کانادا بزرگ شده مال رفیقم اوریجینال اتنتیک چینی بود نمیدید میگشت چیزی چیز خود دول پیدا کنی یک زیادی گشت بعد اتفاقی که افتاد دوست من گفت آقا من نمیخوام مال خودم رو من مال تو رو میخوام من باید میسم تو کار تموم شده مال تو رو میخوام این چیه من مال تو خیلی بالتر اینا گفتم اوکی بعد من که کارم با دوان من تموم شد دوستم اومد به اون دست بزنه این شاکی شد گو نه من مثلا مال اینم مگه من فکر جیجی جی جی هم بودم یس yes. حالا خیلی بعد گفت نه اون حرفا بعد دوستم شاکی شد رفت همون و اون یکی دختره که اونجا مونده بود که قرار بودیم بود اون اون طرف من گفتم خور دیگه من که آدم نیستم میخوام قضاوت کنم مثلا این تکنیک دی تریسام نیست ولی دیگه <تصفح> 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 از چیزی که بعد قاضی داره حسین بگیره <applause> آره مثلا اولا که تو خب اونقدر که اصلا باحال نیست مثلا همید. نه نه هستش اصلا نه میخوام اینو بگم یعنی یه جاهای خ... تو تصورات آدم‌ها خیلی وقتا میخوام اینو بگم توی فانتزی و توی پایین و این چیزایی که آدم نگاه میکنه یه تصوری داره میدونی همونج نور پردوزی شده همه و پیریچونو زدن همه چی تمیز و روغمال شدن و فلان و اینا که اونجوری هم میتونه اونقدر قشنگم باشه همه چیز ولی خیلی وقت هم نیستش به اون صورت حالا نه بخاطر ظاهرش به بخاطر اون جو عاطفی و احساسی شکلی من نه احساس میکنم به سمت اینکه بگی مثلا باید روند کامیون بودی <تصفح> <تصفح> نه <واقع>. <تصفح> <تصفح> ولی من توی اکثر مثلا خب توی سمایی که من بودم خیلی کامفتبول بودن و خیلی خوب و چی شده دختره جدید اوکی شدن با اینکه دست به دست با هم بریم تو یا اینکه چیه داستان ببین اولا که با تو این دنیا به نظر من اگه یه باشی با آدمایی که بگردی با اصلاً اولا که چجوری میتونی در موردش صحبت کنی با پارتنرت چون ممکن تو توی پارتنر توی لانگ ترم ریلیشنشیپ باشی توی رابطه مناگامس و بعد از مثلا 10 سال دوست داری مثلا چیز جدیدی رو اکسپلور کنی اصلا چجوری میتونی در این صحبت کنی میدونی بود کم کم تو میگی 10 سال من تو با هم دیگه صحبت من, من به گفتم اگه فرض کنیم این همونی که فکر می‌کنیم همه می‌دونیم چیه به خاطر قوانین آنلاین نمیشه توضیح داد یه لب اینجا شما تصور کن یه لب اینجا و این دوتا لب اینجوری بره پایین بیاد بالا و من به گفتم که من خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته برای شون بلانسم دو تا لب اینجوری بره پایین بیاد بالا بعد گفت آره گفتم آره دو خب لیتس گو میک دات هپن بعد من ترسیدم گفتم نه آروم باش الان تنو زوده بچه‌ها من پنج سالشون من اینجوری گفتم و فکر می‌کنم ولی من مثلا واقعا واقعا نمی‌دونم الان بعد چیکار کنم مثلا اگه مثلا من توی اتاق باشم بعد النا یو وارد چه با دختره به اسم مثلا مامان آریا من نمیدونم الان باید چیکار کنم میگم اول که به قول خارجی میگن test the يعني... uh... ترجمه میشه <مید> <خرمی> تست دی واترز یعنی نمیدونم به فارسی چه جوری ترجمه یا یعنی تست چ... تا کجا یعنی باید؟ یعنی مثلا آره ببینید تو جو اون دوستی و اون رفاقت یا اون جو یا اون آدما ببینین که چقدر با همچین بحثی اوکی ان بازم میشه صحبت کردن در مورد نه 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 نه, نه, نه. اصلا مثلا میگم فرض کن النا اومد یک از رفیقای النا هست من ویدیوشام درست کردم که میخواست به من بوم چیکی بوم النا نذاشت یعنی نگو چی دیوونه ای حالا فرض کن النا نمیگفت دیوونه ای اتفاقی بود اومد اینجا مثلا النا گفت شور من امشب اصلا رو مودم بیا تریسام بکنیم من نمیزم اون لحظه مثلا برم و نفر دوم لب بگیرم برم به النا فقط نگاه کنم النا خواست دختره رو به مال خب به همینا با... میرسین همینا هستش توی نوتام نوشتم برات خب دیگه من دیگه من دیگه بچه فقط گوش کنم نه ولی ببین به, که... ما... به نظر من اول از همه که میگم مهمترین بس همین کمیونیکیت کردن صحبت کردن که معمولاً به نظرم بهترین سناریو اون ها... اون سناریویی که یه پارتنری مثلا خیلی علاقه داره و میگه مثلا من مسئولش رو بهتون میگم که اینا پیدا کنم وقتی که همه رضایت دادن مثلا پارتنرشم رضایت من میگم که پیدا میکنم یا دو تا اصلا دوستن تجربه دارن اونایی که اوردی صحبت کردن در موردش خب خیلی راحتتر پیش میره یه موقعی هستش توی جوایستی هستی که اصلا هیچکی کی کامفورتبل نیست یا نمیدونه خب اون زیر سخت داره با اول ببینین اصلا چقدر میشه در مورد سکس آدم اوردی توی رابطه دو طرفشون راحت نیستن بعد چه پیدا تو به داخل که من آخه تو جوایی که اصلا میگردم تو اکیپایی که میگردم خیلی آد... اکیپای نان مناگمسه کلا آدمایی هستن که اصلا به سیکس... ولی چی یعنی من خیلی سنتی نیست برخوردم با دوست موستای من که مثل شما مثلا خیلیشون زن و بچه داشته باشن بچه ها و اکیپایی که مثلا ماشون می‌گردم آدمایی که حتی بعضیشون هم که تو اون زن و بچه‌ام دارن خیلی به عنوان مثلا یه پلژر دیگه ای یه روبوسیتوری بغل یه بغلی بقل، با این انرژی و عشق بیشتری به بهش نگاه میکنن یعنی دیدگاه خیلی تبو و ترسناک دور و نیستش در همیشه راحت را دم صحبت کرد یا شوخی کرد یا هر چی وقتی صحبت بکنه و به اونجا برسه قضیه که با که میخوایم جدی بشیم این کار رو انجام بدیم قدم بعدی اینه که خب بین همون اون رابطه ما اولین چیز که صحبت میکنه در موردش در مورد مرزاست میگه خب مثلا قبل اصلا قبل از هیچ اتفاقی بیفته آقا مثلا این کار رو اوکی هست این اینجوری بکنیم اورال بکنیم اینال بکنیم فلان بکنیم نمیدونم چه نفر میشین توی جمع صحبت کردن معمولا اینجوری بهتر پیش میره تا اونایی که جوری هو شانسی تخمخ شانسی باقی جوری تو لحظه بدی اینو بوس اونو بوس تو, تو میگه آقا این اوکی این اوکی نیست آره به نظرم اونایی که من اونایی از اون تجربه من اونایی که هرچی ارتباط بیشتر توش برقرار شده تقریبا روشنه و او اول میمونیم به یکی مسیج زدی گفتی آقا مثلا میخوای حالی بکنم اونم گفته آره بعد تو بهش گفتی که دوستی داری بیاری تو بازی اون گفته آره اتفاقا مثلا فرنازم هست آره اگه, اگه بدونم که اون آدم مثلا علاقه داره یا اصلا میگم توی این همچین جو و دنیایی هست و اگه آدمی که اصلا تو این دنیا نیستن اصلا اونجوری اپروچ نمیکنه اصلا سمتش هم نمیرم با اون آدم تو اون بحث چون بعضی ها واقعا آمادگیشو ندارن بعضی ها اصلا میگم که یه مسئله گونه که پیش میاد توی ما حسادته توی وجود همه انسان ها هست هممون داریم اینو تو توی اونجا تو بین دو تا دختر حسودی همون بین لحظه بین همه, دو همه. دو پسر دختر فرقی نداره آه اون دو تا هم گیر تو یا میگی بابا من اینجا حسود کردم خب آره دیگه مثلا برای همه اون بحث حسادت و بحث ایگو بحث که با تو اینجا سرکوب کنی ایگو تو میگی آقا همه اومدیم که هم اومدیم لذت ببریم همه آه آه دی... آره آره ح... تو تو این لحظه اگه مثلا من دو دقیقه کمتر برم توجه شد ناراحت نشم آگاه باشم یا اصلا بریک بگیر مثلا من اصلا باحال ترین اونایی که مثلا با هم دیگه دارین حال میکنه جوینت میزنید بریک میگیرین کارتون نگاه دوره ادامه میدی بعد دوباره جوینت میزنی دوره یعنی که چون انگار جو خیلی دوستانه و کول و ریلکس همه جور کارام هم داری میکنید همه جورام هم داریم حال میکنید و کسی اصلا کم بود نمیکنه کسی احساس اینو نمیکنه که فاک چرا به من توجه نمیشه جوه... و با جو میگم وقتی اینو از قبل با هم صحبت کردم چقدر طول میکشه یه دونه اوریج ستاسام ببین معمولا زمانش بیشتر میگذره از از اینکه فقط دو طرف چون دو دف... چون پسرها خب خیلی راحت تر میون یه جایی تمرکز میکنه مثلا زرتی مثلا میاد ولی اینجا چون هی داری بازی میکنه هی از این پوزیشن به اون پوزیشن از این آدم این رو آدم تو چند بار نمیاد یه بار میاد که مثلا نه چرا مثلا خب چند ساعت میتونی مثلا حال کنی دیگه چند بار چون مثلا این دختر کارتو میده بعد اون یکی میپره میگه نوبت منه بزن من بلندش میکنم میگه نه من بلندش میکنم آره بعدش هم از وقت اون با هم دیگر دارن حال فقط وقتی تماشا میکنی و حال میکنی خودش بلند میشه و میگم <تصفح> <تصفح> و... یه يه... یه تعادلی بین این که تو هم به فکر لذت خود باشی هم به فکر لذت بقیه باشی و این یه بالانس خیلی خوبی ایجاد میکنه ولی میگم اون کامیکیشن قبلش خیلی مهمه یکی از یکی اونیکی هم که خب سیفتی تو حتما کاندوم یا اگر قبلش بدون کاندوم برین همه تست بگیریم هم نشون بدیم که ما تمیزیم یا فلانی چیزی نداریم که خیال همه راحت باشه دیگه اونم باز یه فرد بیدار نشیم که آه ای راستی من این هم دارم و خب خیلی زیاد میپرسی قبلش که من آره من همیشه میپرسم و من خودم میگم تست میگیرم تو موبایل ها میذارم تست تو اصلا کشوری کردن ولی آره با, با, با یه سری از همین چیزای کوچولو همه به نظرشون خیلی بگن بابا اینا اصلا انرژی سکشوالو میگیره و مثلا انقدر مثلا اتفاقا اتفاق خیال راحت بهتره که خیلی راحت بهتره چون دیگه میتونی کاملا رها کنی و یه چیز خیلی مهم دیگه هم. من حتی توی خیلی وقت وقتی دو, 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 دو با دو از یکیشون بپرسی این خیلی ماینفاک قوی میشه بگی تو مریضی نداری همه چی مطمئنی بچا از اون و یه چیز خیلی مهم به نظر من یه چیز خیلی ساده است چون مثلا با دو رفتی بیرون با هم دیگه برمیگردین از یه بار همه مشروب خوردین سیگار کردین مثلا من خودم بخصوص برای تریسام همیشه چی پیشنهاد یه دوش قبلش بگیرین خیلی بهتره که آدم همه دیگه بوی خوب و انرژی خوب و دیگه با اون یعنی بعضی آدم تو لحظه دوست داره اون کینگ رامز بوی دوخه رو میده حتی بعد دوش اکثر آدمای مشکل ندارن ولی خب متوجه <applause> نه من من فکر همه آدما دوست دارن با با. بوی خوب به مشامشون بخوره نه یعنی من بعضی تو تو فتیشه بو دیدم مثلا بوی عرق و فلان اینا بعضی هم دارن مثلا دوست دارن آره مثلا بوی کثیف و اینا ولی خب کمتر اونا توی, فکرم توی اقلیت کنم تو اکثریت اکثر آدما دوست دارن همه بوی خوب بدن تر تمیز باشن اه باز میگم اونم لذت اون لحظه رو به نظر من بیشتر میکنه مگر اینکه میگم علاقه شخصی باشه که یه جوری دیگه اصلا در از من هر چیزی که دارم میگم از روی تجربه های شخصی خود منم برای هر کسی ممکنه هر چیزی کار کنه برای همین چون میگم take everything i say with a grain of salt نه من بفرسی چی میشه یه علاقه طرفو لیس تا حالی بود اگه مترجم ترجم داری دوب داره همینجوری کسا شعر میگفتی جنگ میشد آره اون اون بحث تر تمیزیش هم به نظر من خیلی برای من که خیلی با بعضی مثلا دو نفره خب شب با هم دیگه میرون بیرون بار و فلان بعد میان ولو میشین خب خیلی حال نداره که دوش بکنم تو اون حیجان و پرشن اون لحظه با هم دیگه میرین توی خفن ترین کدوم بوده ما چند تا داشتی اصلا کلا حالا بگذاریم چند تا بوده و اینا ولی آم... بیشتر از دوتا بوده <تصفح> آم... م... برای من اه... دیگم توی اه... اه... توی... نمیگم کدوم شهر چون همشه شهر رو اگه بگم اون خودش خیلی مسئله ایجاد میکنه و آدم ها میتونن آیدنتیفای کنن اصلا <تصفح> <تصفح> نمیگم کجای دنیا اینجوری بگم بهتر راسته ولی آم... با دو دختر بودن که اه... خیلی هات بودم از این حد هاتی که اصلا دیدی بعضی یه شبایی همه ستاره ها یه جوری قرار میگیرن که همه چیز به نفع تو بشه همه چیز درست میشه خریدن تسلا <applause> مثل خرید <خیلی> تسلا <تصفيق> <تصفيق> تو تو اونجوری ارضا میشی من اینجوری <applause> و آره یه جایی بودیم که آم... خیلی سال پیش بود و شو داشتم و دو دختر خیلی خوشگل بودن که اصلا یعنی انقدر زیبا بودن اما اینجوری بودن که من جفتشون رو میخوام گفتم به احتمالی که بودم با جفتشون کجا دیدیشون؟, خوش دیدیشون؟ توی, بار... توی, توی... کنسرت بود بعد کنسرت رفتیم بار و اینا اونجا بودیم ایرانی بودن دختر اینا نه یعنی یکیشون نه بعد این توی این پروسه که اینجوری که چه چجوری حکاب کنم فلان یه خودشون اومدن به این پیشنات دادن اصلا انگار او. الهام شد وحی شد از سمت کهکشان و تو اون باشو لحظه میدونی گم کاش گرفتم یه لاتری خریده بودم قشنگ ازون اون اونو می خرید نه بودی که این خوب شد مالا داری خریدن چی نشد آره نه و این این چون اون رو همدیگه رو میشناختن و خیلی با تجربه بودن و و بلد بودن کارشون رو اون اولین بارشون بود نه دیگه اونا این کارو کرده بودن قبلا چون وارد بودن بلد بودن از صفر تا صد دیگه بریم خونه و دوش بگیریم همه کار کنیم و حال کنیم یعنی همه چی خودشون بلد بودن که چهجوری تو هنزان یاد گرفتی آره با اونا یعنی اصلا خیلی من اصلا بیشتر وارد مبحث شدم من یه رفیق داشتم دو تا دوست دختر گرفت بعد میرفت با دو تا دوست دخترش این اونور بعد مثلا اگه یه پسر و دخترم می اومدن اونا هم میان تو بازی بعد این میافت رو زن یارو اون پسره دو تا دو زنه رو ترتیبش میداد بعد یکی از بچه بچه‌هاش گفت که آقا تو واقعا دیوانه شدی این کارو میکنی گفت شماها دیوانه این که با یه نفرین اصلا نمیفهمین دارین چی رو از دست میدین یه دنیای دیگه است. من خیلی حسرت خوردم من که تو پادکست هم میدونن دیگه که در من خیلی حرف زدم که من لایف سلی که من دارم خیلی نان مناگم و اه اه خیلی, من خیلی زن بگیری چی؟ من منتظم زن میگیرم. من که خیلی بعید میدونم زن بگیرم یعنی احتمالش خیلی خیلی کمه نمیدونم مثلا شاید توی هشتاد سالگی گیت شد مثلا دیگه مثلا مگه تنها نمیرم مثلا <تصفح> <تصفح> شاید اون موقع مثلا ولی نیازی واقعا تو زندگیم نمیبینم الان حداقل یه موقع یه موقع فکر میکردم که دوست داشتم زن و بچه داشته باشم ولی الان میگه مثلا چیزی نیست که تو زندگی بالای لیست ارجعت باشه اینجوری مخالفش هم نیست اگه پیش بیاد <applause> ولی نه دیگه میگم تو این تجربه میخوام واقعا میگم که نه, نه خب میخوام بگم به بچه‌ای که مثلا حالا فکر نکنم مثلا خیلی خب من واقعا بیشتر توی که داشتم کول بودن ریلکس هم ولی اون خیلی هم کار میبرن یعنی فیزیکی خیلی کار میبرن من که من جوی مرد شدم موقعصد. عرق میریختم خسته بودم مثلا وسطاش مثلا هم روزنامه بخورم یعنی خستگیشو بیشتر احساس میکنی تا لذتو نه بعضی خب هیجان لذتش خب خیلی زیاده ولی بعضی هم مدتی حالت ماراتون توری میشه چون دی وقت وقتی که مثلا اورگاز چون من احساس کنم دختر وقتی که اورگازم شروع میکنن خوب اورگازم داشتن هی بیشتر هم میخوان بعد دیگه ما مثلا یه بار میایم مثلا دیگه چلو کارو هفت خانه رستمو گذاشتم دیگه میدون دیگه بعدش درصدم بعد دفعه دوم دیگه به زور خودم هم پاره کردم دیگه مثلا دفعه سوم بود قرص نمیزدی ببین بعضی وقت خیلی کم ولی بعضی وقتا چرا باید اگه دیگه اگه بخصوص اگه مشروب و مواد و اینا باشم آره من یه بار زدم قرص دادم قرص زدم ساعت 11 11 و رو کارم تهوم شد خوابیدم حروم شد پس آره نه خدا که میگه دیگه نمیدونم کار کرد کار نکرد ام ولی آره تاریخش میگم تو پورن ما یه چیزی میبینیم و توی فانتزیامون و یه چیز دیگه میگم خیلی آدم‌ها چیزی که اصلا باش فانتزی دارن چون تو واقعیت اصلا دوست نداشته باشن انجام بدن فقط در حال فانتزی دوست دارن چون همه چیز تو واقعیت خیلی واقعی تره واقعی تر و سختتر و پیچیدتر و بودار و صدا بودار وزن عاطفی و احساسی داره نمیدونم خیلی پیچیدگی های خاص خودشو داره برای همین اول مطمئن شو اصلا چیزی هست که میخواد اصلا فقط ریسم نه هر اکت سکشوالی که فکر میکنیم فانتزی شو داری یا دوستش داری مطمئن شو اول اون در مورد خودت اول اون اطمینان رو پیدا کن که راحت هستی با خود در مورد این چیزا و یکی هم بود تو بخاطر تو وقتی تو این دنیا هم یه بازار اوپن مایند تر باشی مثلا یه کسی مثلا هم مثلا چون موش بیشتر باشه جاش کمتر باشه یا یه 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 یه, یه،, یه چیزای, چیزای متفاوت تر باشه از اون چیزی هم... <تصفح> که عرفه نه مثلا دختره که معمولا میان با هم دیگه شبیه هم هم وقتی لخ میشه یعنی مثلا جفتشون بیمو هستن جفتشون مود یا هرکی نه واقعا هر کی فرق داره چون برای اونها یه داره که مثلا با متفاوت باشن و با هم دیگه رو تجربه کنن و امتحان کنن چون اونام دوست دارن با هم دیگه یه رابطه سکشوالی داشته باشن که یه چیز جد جدید متفاوتی باشه یعنی همیشه اینجوری نیست میگم هر دفعه ممکنه یه جور باشه ولی بگم... مثلا و... میان تو چون که آردی مثلا سیستمی خود ا... اوور اوریج مثلا لباس و اینام تو بازیه یا نه همین وارد میشو بریم با هم باشیم فقط میگم باز چون من مثلا فیلمی من همه چیزا رو دارم با میگم بعضی تو بعض خیلی, بعض خیلی کف و مرتب اول صحبت کردیم رفتین دوش گرفتین بعد میان آروم آروم میگم شرابتون میذارین اون ورا چون هم بوس کردن یه جوینت میزنید و مد میرین تو تخت و فلان لباسا رو در میارین و همونجوری گاماس گاماس میره جلو قضیه بعضی نه اصلا تو مثلا بعضی همه کاستوم میپوشن کاز کاست میکنن کاز هم نم تو ازیگه نم تو ایرانم مثلا مود شده یا نشده ولی خب همون کاستوم پلی و اه اه مخففه اون فکر کنم نمیدونم مخفف چی ولی همین کاستوم گذاشتن و نمیدونم لباس انیمه و نمیدونم عروسک و هر چیز سوپر هیرو که مثلا دوست داری یا فانتزی داری مید نمیدونم هر چی اون بعد اینجوری دوست دارن نقش بازی کنن یه سناریو بسازن من مثلا مید بشه برای تمیز کنه <applause> تمیز <کنم>. <تصفيق> <تصفيق> نه قبل الان مثلا من اینجوری که بابا این چه کاریه خیلی احمد ولی اتفاقا هیجان داستانه و سناریو سازیه اون اکشنو خیلی میبره بالاتر چون دلیه حی... که میترسم باز کنم من میترسم اگه این حرفی که تو میگی تو سناریو بعد زندگیم بپاشه مثلا یهو النا مثلا جیجیشه نه مثلا مثلا النا میگه آقا من دیگه من هفته سه تا مرد میخوام بابا ما خواستیم یه بار توهان کنیم دایوس بزینوت بگم اینو باشه تو هر رابطه‌ای هر رابطه‌ای همیشه یه, یه نقطه هستش همیشه وجود داره اون لحظه که یه نفر چه مرتزن زن بیه در گوش پارتنر تو همون لحظه اون حرفی رو بزنه که میخواد بشنوه که همون لحظه بهش بده یا بکنه فرقی نداره یعنی در همه لحظه ها همیشه این وجود داره ما فقط با انکار با این زندگی میکنیم که نه این آدم به من همیشه وفادار مبا میاد قرار داد بچه داریم فلان ولی اون لحظه همیشه وجود داره آره اون در خارج از دنیا شما ما وجود داره همیشه میخوام من دیگه چیز دست نشوشم تو ظاهر کردن اون لحظه آره و میگم الانم هم تو دارید الان تو پادکست یه حرف میزنی ده سال دیگه شاد دید و نگاهی یه دیگه باشه مثلا بر از مثلا شدم نه تو آرزوم رو... بود اینجوری بود مثلا میتونستم بیام ببینم ده نفر میزن سر آدم اونجا بقا سیگار بکشم بقا چش کنم ولی اصلا فکرشون میکنم میپاشم تو اصلا نمیتونم یعنی به باهم داشتم نمیگفتم گفت تو دیگه کاملا قاطی کردی چرا دیو نمیگی چقدر باحال حال اینو من با این کامل... منطقه تو با این صدقه چه حالی میداد هم زنت حال میکرد بهش گفتم که چرا من داشتم مثلا مسافت دو هفته میرفتم تورنتو گفتم چرا من میرم تورنتو نمیتونم زنم زنم به دوستم که میدونم خوب میکنه میگم آقا این دو هفته هوای هفت زن ما شما برمیگردیم بابا اون گفت چی داره میشه گفتن نه پوینت بگیر من نمیخوام این کار کنم پوینت چرا من نمیتونم این کار بکنم اره ولی اگه یه روزی اون تلفن رو لازم داشته به کسی بزن میدونی که به کی زنگ بزنی آره معنی ام <applause> من نه تا اونجایی که بریم خودم تا این خیلی بحث جالب من خیلی مثلا این کلمه میگن هوم ریکر مثلا بری رابطه کس من خیلی حواسم جمع هیچ وقت سعی کنم تا اونجایی که واقعا تونستم و آگاه بودم هیچ وقت سعی نکنم تخریب کنم رابطه یا دوستی کسی و سر اصلا این چیزا یعنی کسی بتونم مثلا رابطه داره که دوستان باش حال میکنه یا فلان اصلا میدونی خودم کاملا سناریو میکشم بیرون انقدر آدم تو دنیا زیاده که این ولی خب معمولا اتفاقی که میفته تو بیشتر برای اینکه دعوان پیچ میاد اینه که آدم بخصوص تو ایران خودتو محدودی تو که خیلی جاهای زیادی نداری بری بگردی خیلی محدود جاهایی دانشگاه, دانشگاه یه کافه یه رستوران یه مثلا درکه هست مثلا چه میدونم بقل یه چیزی بقل یه چیزی یعنی خیلی آپشن به همه اکیپا هم دیگه همش همه همدیگه رو میکنن چون کسی رو ندارن و مثلا ریچارد فان هم نیست یعنی بگم یعنی اتفاقا تو بیرون دایره خود هر چی باشی و روابط داخل اون دایره سالم تر میونه ریلکس تر میمونه من خودم اما پارتنرام هم میشه اونم میگم با هر کی خواستی مثلا رابطه داشته و فقط میگم با این 5 نفر مثلا حداقل میدونی نزدیک ترین آدمایی که بهم هستن و ترجیحا رابطه نداشته باشی اینا نه ولی بقیه نه اون متقابلا همون احترام قائل میشم چون اون 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 دیگه اون رابطه اون بحث حسادت و قدرت و ایگو و همه این داستان تو دایره های خیلی نه. با دیگه خیلی اوپن مایندد باشی که آقا دیگه میام به خاطر به جای میرسی آقا بهتن دوست نمیدم دیگه زنم بکنه و من اوکی باشم و اینا ولی گفتنش خیلی راحت تر است آره خیلی میگم مثلا من میبینم بعضی مثلا یارو مرده داره دنبال یکی میگرده که ترتیب زنشو بده از این حال میکنه اون یکی دیگه میگه میگه تو تو مثلا یه لول اونوری مثلا ما میخوایم وسط راه برسیم نمیتونیم تو مثلا اونم رد کردیم برضیم. من مثلا دیگه نمیخوام ترتیب بدم میخوام یکی ببینم این پتیرا یکی بکنه آو ولی تو کامنت ها بنویسین از تجربه خودتون اگه تجربه تریسام <متصال> دارین یا مثلا کلان روابطتون تو ایران سه تا بهترین پوینت تی... تي... سه تا سامتو به من لطفا ببین میگم باحال ترین چیزش اینه که خب اون فانتزی دو تا لب نه اصلا به این, خطش این این, بحث این که این داستان امپراتوری قدیمی روم، رومان،, رومان،, و یونانی و اینا رو که آدم میخوند معروف بودم اصلا به این اردی خیلی گونده هم. اصلا یه از معرفت که از معروفترین این که اردی هم خیلی تاریخ معروفه کالیگیولا هست مولا رومان امپایر و یه فیلم خیلی معروفی هم هستش که ساختن که همش کل فیلم اورجی قشنگ اینا اینا انقدر قرق در مفرق. لذت بودن اون اون اوج قدرت و اینا که دیگه نمیشه چیکار کنم همجوری یک لشکر از جسد آدم همه دارن مثل پادشاه زندگی میکنن حواستون باشه <applause> آم، و میگم قرقتون لذت یه،, یه،, لذت به نظر من هرکی حالا میگه من خودم که به خدا اعتقاد ندارم ولی نزدیکترین راه من به خدا رسیدن واقعا سکسه یکی سکسه یکی سک دلکی این دوتا برای من واقعا از راه به اون حالت حالا به شما هستی یا محمد با شما خیلی فرق نمیشه الان بنگ 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 بذاریم آقا همین چه شروع شد نه درنم نزد واضح کنم در اونا شروع کنم این حرفایی زدن که هممون رو بند میکنن بعد که آدم نمیتونه حقیقت رو بگی ولی مزخرف رو نه میگم الان هارستی هست چرا مثلا ده... نه میفهمم ولی کلا میگم تو دنیا شروبر گفتن خیلی راحت تره تا حقیقت رو گفتن حقیقت رو باید میجنگن شروبر اوکیه یه نفر میداد جو این میگه کشته میشه چرا یکی میاد میگه خدا از کشته نمیشه اصلا نه اصلا بحث اینکه اون آدمایی که اون باور دارم میگم من هیچ عقیده ای ندارم توی زندگیم که حاضر باشم هیچ انسان دیگه رو براش بکشم خب هیچ. یعنی من همه عقایده ها میتونم اگه با منطق جلو من توضیح بده که این دلیل این دلیل این دلی بهتر همه رو قانع میشم هیچ چیزی نیستش که من حاضر باشم قاطعانه باش وایسم اگر مدرک و سند بهتری ازش رو بشه ولی آدمایی که باور دارن به با هیچ چیز غیرعادی، عادی نامرئی کاملا توهم ساختگی و حاضرن سرش هم آدم بکشن تجاوز کنند کتک بزنند اون آدم خیلی خطرناکه هست بعد که حتی شوخیش هم ما میکنیم با این بیشورا جون اون در خطر میفته خیلی احمقان است. این واقعا این دنیای آزاد این م... با این مسئله مواجه شه که چجوری میتونه اقا بیاد اسلام و مسیحیت و یهودیت و همه این چیزا رو بتونه مسخره کنه بدونی که به بترسه از جون خودش خیلی ساده شما فقط کافیه تو دنیا بگی تمام مذهبات تکس بشن. ببین چه همشون میکنن الان آن لیمیتد مانی دارن اگه اینا تکس سنگین بشن یه خورده روشون بره حساب کتاب کجا داره پول میره رو چه حسابی تو داری پنج قایر می واسه خودت مسئول بشن دولت باید بیاد اینا دولت توی هیستوری همیشه خایمال دین بوده چون دین میمده میگفت آقا تو بیا بگو این واقعیه من این آدمایی که مثل خلا رو فالو میکنن هر هر چیزی بهشون میگم و میگن شما خوبی میان دنبال مردم بساز همین جنگن هم هر کاری میخوای میکنن این داستان چیز بوده از اونم دولت تمام دنیا به دینا باج داده گفتو شما نمیخواد تکس بده نمیخواد زمین تو ما میخواد زمین تو بهت میدیم فلان بسا خرجم بهت میدیم اینجا رو بسازاره به خاطر خدا تمام مسجد اینا از کجا میاد هر کیم پولدار بوده و میمرده و اینا خاصه خیلی کنه میده دست اینا اینم یه یه کالتیه که قوی ترین شخصیت های دنیا خایمالشن آن لیمیتد مانی داره بدون اکسپلینیشن از این زاویه بهش خیلی نگاه میکردم ولی درست میفهم حرف تو این یه اینو تو هر کاری بکنی یه قدرتی میشه که اصلا نه منطق داره نه میشه از پا در آوردش اتریسون به قرآن رسیدیم ما؟ آره من دنیا چیه واتیکان من ها تو <تصفح> اون, اون از همه حروم زاده هم دیگه آره اونا آدمایی که خب ریپرس میکنن تو نگاه کن تو همین کاتولیکا چقدر دینو به بچه های توی کلیساشون ها تجاوز کردن هر روزی اسکندل جدید هر روز یکی دیگه رو همین دوتا. جدید همین معلم قرآن تو ایران هم دیدی که چپ راست این بچه ها رو ترتیبشون میدن با معلم دین، معلم نقاشی و ما رو میمالید معلم دینی و قرآن که همه همیشه هیزتر میگم هر کی آدم بیشتر اون قسمت خودش رو سرکوب کنه از یه جای دیگه مریضی میزنه بیرون دیگه مثلا رو تعریف کنم یه داستان یادم دا دا برای بچه بخوام بخندن با اینم آقا یه ای معلم دینی داشتیم میومد سر کلاس تا تا دو وارد میشد دستا میبردم بالا مثلا من باور ندارم خدا وجود داره بعد قاطی میکرد اون من میگفت حرفا چی بودم قاطی نکن من یه بچه‌م تو به من یاد بدی نه با قاطی کنی رو من همینجوری بهش گفتم دقیقاً به من بفهمون خدا وجود داره و هر چی میگفت باهاش بحث میکردم یعنی هر چی میگفت چون همش بعد چرت و میگفت دیگه و من گفتم قبول ندارم و قبول ندارم و خلاصه اتفاقی که افتاد ما رسیدیم به مثلا نمیدونم حالا میترم دوم ولی مثلا اگر دوازده تا فصل بود کتاب بعد تو هشتش خونده بودی ما فصل سه بودیم یا دو بودیم چون انقدر من و منو یه پسر بود اسم سهن. انقد منو سنس باهوش بود کتاب می خون من زر می زدم اون فکت می گفت سن معلم می خدا مثلا من میگم خورشید تا عابد میسوزه اون می گفت نه آقا این 4 میلیون سال پیش سال پیش هنوز نمیسوزه بعدش منفجر میشه مثلا اون فکت می گفت منم زر می زدارم همیشه من قبول نمی کنم و این بهتر میگه واسه این بعد خلاصه بعد چند وقت شد اون از کلاس بعد اصلا اونم کردم گفت درس بنویس پایین گفتم سوال دارم گفت بیخود سوال چون عقب بودیم بعد درس میداد گفتم خب یعنی چیزیم. تو معلم وظیفت جواب منو بدی بس سوالگو سوال داری قبل چیز بیا قبل کلاس بیا گفتم اوکی کلاس هم کلاس اول بود هشت صبح گفتم قبوله جلسه بعد به بچه گفتم بچه ها همه ساعت 7 صبح بیاین مدرسه همه یه زود بعد سی تا بچه زود اومدن همه رفتیم واسه جلوی دفتر معلمون یه, یه سالونی که باید در اینا پر شده و شلوغ اینا علای ما رد میشدن سر و صدا عصبی صبحان چای بخورن خفشین بابا تازه زن اومده پول آوا بده پول بده نون بخرم تازه اومده ایوه نازمه اون چیز مدیرمون اومد گفت چه غلطی کنین اینجا شما من هم من هم من چیز حرف حرف زدن نمیشه من بودم گفتم که راستشو بخوای ولی ما هم دکتر دکتر فرجو گفتم دکتر ما هم نمیخواست ما هم نمیخوایم بیایم اینجا ما سوال داریم معلم میگه جوابتون سر کلاس نمیدم میگه زود بیاین ما اومدیم اینجا خود خاکوش نیومده ما نمیدیم چیکار کنیم جواب کجا بگیریم گویا چی جوابتون نمیده گفتم اینجوری گو اوکی شما بین سر آقا معلم ما سر کلاس قیافه یه شکست تو میتونی صورتش ببینی ما تو کلاس گفت بچا اگه بهتون میگم که سوال نپرسین و اینا به خاطر اینکه عقب افتادیم و اینا بعد دیگه اگه سوالی هست چیزی هست اوکی بپرس سین دست رفت دوباره آقا خلاصه قشنگ وقتی که رسیدیم به ترم آخر اومد مثلا رسیدیم به فصل 4 بعد 12 تا میخونیم یعنی 8 هم درس نده بود بعد اومد گفت تای هر فصل مثلا 20 سوال بود اومد گفت آقا فصل 5 سوال 3 و 7 و 9 رو بخونید فصل 6 سوال 11 12 13 رو بعد هر از اون میگم دیگه که دیگه همین ستونی چون نمیتونم بهتون درس بدم ریدیم توی کلاس دینی خیلی بار بود واقعا هنوز درس میدن این گوهو یا نه واقعا نمیدونم آره بابا عربی میدن قرآن میدن دینی میدن عجب آقا ولیش کن بابا بریم آقا بریم خدافزی کنیم و دیگه So